ایشوفه دست اساسی این زوپا زوپا گود گیت آغاز میکنیم لکسیون ویه لکسیون 113 از سری درسای آلمانی به فارسی دات کام در این درس ادامه میدم درس رو و یه گفتم یه موضوع بسیار 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 مهم زر 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 ویشتیک رو میخوام امروز باتون با در میون بذارم و اون اینه که امر کردن بعضی مواقع ممکنه بشنوید که امر که میکنن فرقی نداره واسه مثلا یه نفر باشه دو نفر باشه سه نفر باشه پروفسور باشه استاد دانشگاه باشه بچه کوچولو باشه نمیدونم هر کسی باشه بعضی یه حالت هست اونو واسه همه میتونید به کار ببرید اما یه نکتم هست در ادامه بهتون خواهم گفت مثلا ich muss viel arbeiten باید خیلی کار کنم خب مجبورم خیلی کار کنم ich muss viel arbeiten اشموسفیل آبایتن یعنی مجبورم خیلی کار کنم خب حالا مثلا دوستتون میگه زیاد کار نکن خیلی کار نکن آبایت نیشت اینقدر زیاد کار نکن زو فیل خب اینقدر زیاد کار نکن آبایت نیشت زو فیل بنابراین گفتین آبایتن تن این داره درسته میشه آبایت تست است هست میشه این ا میمونه بچه ها چون اگه بگیم آبایت نیش آبایت نمیشه درسته یه E هم میاد این وسط چون آبایت دو آبایت هست در واقع آبایت تن خب آبایتن E میشه است میگیره چون آبایت این نمیشه به خونیش میگه میاد این وسط که کار راحت بکنه بنابراین وقتی که است هست میشه اون ای میمونه خب واسه امر آبایت نیش زو فیل اینقدر زیاد کار نکن خب حالا حالا مثلا دوستتون نباشه آبایتن زی، نیش زو فیل اینقدر زیاد کار نکنید دو تا از دوستاتون مثلا آبایتت، نیش زو فیل خب حالا واسه همه بخوایم بگیم نیشت زو فیل آبایتن نیشت سو فیل آبایتن در واقع ما مستر رو فقط مستر رو میگیم آبایتنی کار کردن نیش آبایتن یعنی کار نکردن مستر رو میگیم مستر میشه فعل امر مثلا اگه بخوام بگم کار کنید کار کنید ای شما نو کرد. کار کنید آبایتن 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 یعنی کار کنید کار کنید معمولا این حالت که فقط مستر رو به کار میبریم یعنی آبایتن یعنی کار کردن تو هیچ زمان دیگه ای نمیاد که مستر بیاد به عنوان فعل امر به کار برده باشه جالبه نه؟ خب ولی تو آلمانی اینجوری هست مثلا میگیم آبایتن،, آبایتن 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 یعنی کار کنید کار کنید کار کنید معمولا یه نفر که یکم تسلط داره رو پایین تریا انگار اینجوری دستور می این حالت دستوریه به نظر من حالت مستری حالت دستوریه مثلا یه فرمانده ارتش میگه بشین پاشو بشین پاشو خب این کارو بکن اون کارو نکن خب اینجوری معمولا میگه نمیگه مثلا گنزی هین هینگن اصلا برید خب بگ خب مثلا بگن اسن ترنکن هم؟ به همین ترتیب مستر رو میگن به عنوان امر حالا اینو واسه همه هم میتونید بکنید بیشتر مثلا مثلا پدر مادر ها به بچه مثلا میگن نیشت شپیلن مثلا بازی نکنید لرنن درس بخونید نیشت شپیلن نیشت نیشت شپیلن لرنن بازی نکنید درس بخونید مثلا پس این حالت زیاد بکنید مثلا پولیتسای پلیتسای پلیس میگه شتن بلایبن شتن پلیسای شتن بلایبن شتن یعنی بمونید اما جس جاتون که هستید وایسید دیگه تکون نخورید مثلا شتن بلایبن شتن بلایبن پلیسای شتن یعنی پلیس تکون نخورید دستا بالا مثلا هند هوخ این شتن بلایبن در واقع دو تا اسم هست دو تا مستر هست که پشت سر هم میاد و در هر صورت ما در اینجا مستر داریم خب اگه بخوایم مثلا به صورت تکی بگیم به صورت غیر مستری بگیم به یه نفر بلن sie زیشتن اون فعلی که صرف میشه اینه اینجاست خب بلایبن زی شتن این شتن هیچ همجوری میمونه خب در حال دو, دو تا مستر پشت سر هم میاد و این بلایبن هست که صرف میشه همیشه اگه اگر دو تا چیز پشت سر هم اومد دو تا مستر این دومی دو هست که صرف میشه مثلا میگن بلیم زیشتن شتن دیگه به عنوان مستر میشه در واقع این میشه فعل در واقع بللان میشه فعل یا مثلا به دوستتون بخوا... بخواید بگید بلایب بلایب شتن شتن بلایب شتن یعنی وایسا تکون نخور همونجا وایسا به چند تا از دوستتون بخواید بگید بلای بلای ب بلای... بی... این هم بین ب بی و ل هوا نمیدازیم بلایب نمیگیم بلایبت شتن خب بمونید سر جاتون خب اگر کلی بخوام بگیم شتم بلایبن پلیس های معمولا اینجوری میگه دیگه چون دیگه نمیخواد پلیس یکم سطحش بالاتر از شما تسلط و اینا فرمانده و اینا خلاصه این حالت رو در نظر داشته باشید خب حالا اگه یه نفر معمولا وقتی میخواد به یه نفر که رسمی صحبت کنید این حالت رو بگید بلایبن زیشتن ها اینجوری نگید شتم بلایبن یه مقدار حالت دستوری خیلی دستوری انگار خب حالا این حالت بود که خیلی هم مهم بود و خواستم بهتون گفته باشم که اگر یه موقع دیدید دی یه نفر گفت مستر رو گفت و حالت امر داشت اون مصدر نگید ا اینکه داره میگه مثلا شتن بلایبن یعنی در واقع وایستادن ایستادن وایستادن ایستادن خب شتن یعنی وایستاده بودن بلایبن یعنی بلایبن یعنی موندن خب شتن بلایبن یعنی وایستاده بودن موندن در واقع ولی یعنی دیگه تکون نخواهم خب اونجا باشید بمونید خب اینم از این درس در درس 114 د و در مورد یکی از دوستان در مورد چطوری بگیم مثل یه نفر یا همچین چیزایی داسکلایش زل دا به این چیزا صحبت خواهم کرد